بینندگان عزیز سلام، خوش آمدید به تلویزیون مردم و برنامه 90 دقیقه با سوربی یا سوربی با مردم از واشنگتن، پایتخت آمریکا، واشنگتن سرد، یخبندان. و شما کجا هستید؟ حالتون خوبه؟ هوا، اوضاع، وضع مالی، وضع سلامتی، همه چی رو به راه هست یا نه؟ امروز ساعت 2:01 بعد از ظهر به وقت نیویورک، به وقت واشنگتن شرق آمریکا، و 11:01 به وقت غرب آمریکا است. چهارشنبه است، 29 ژانویه 2014، برابر با 9 بهمن ماه 1392. و هر کسی به کاری مشغول و فکر میکنه و باور داره که این کاری که میکنه درست هست و مهم هست و همه باید همون کار رو انجام بدن. از اون روز تا حالا خانم شری الوندیان همینجوری داره به ما فوش میده و اینها، اب نداره. به من گفت احمق، بعد نوشت نوشتم که آرزو نمیکنی تمام دوستان دوربر، تمام این رهبرای جنبشایی که شما هی پشت سرشون راه میافتی مثل من احمق بودن؟ متاسفانه اینها جواب ندارن. در رابطه با جواب نداشتن و عصبانی شدن، دیشب بعد از اینکه آقای اوباما سخنرانی سالیانه خودش رو که به نام State of the Union هست، یعنی یک هماهنگی هست و میاد برنامه امسالش رو میگه، در سال جدید میخواد چه کار کنه و اینها، صحبت کرد. بعد یکی از این خبرنگارا رسمه توی اون سالن وایسادن، این نماینده های مجلس که میان بیرون، چه موافق صحبت های آقای اوباما چه مخالف، باشون مصاحبه میکنن. یه آقای بسیار جوانی وایساده با یکی از اینها مصاحبه کرده و این احمق چون از نیویورک، میدونید مافیا ریشه قدیمی داره در نیویورک، چون از نیویورک بوده و اینها، آقای مایکل گریم اگه اشتباه نکنم، به این با یک حالت تهدیدآمیز از بهش گفته که دیگه اگه از این سوالا از من بکنی از این بالا میندازمت پایین و نسبت میکنم و الی آخر. البته بلا فاصله بعدش گفت که خب این خبرنگارا به همه نماینده های مجلس گهگاهی گیر میدن و اذیت میکنن، ما هم از دستشون به اصطلاح ناراحت میشیم و من اولین کسی نیستم که اینجوری صحبت کردم، به احتمال زیاد آخرین کس هم نیستم. حالا شما اینو داشته باشید. امروز صبح بلا فاصله، یعنی بلا فاصله که دیگه فاصله داشت، امروز صبح اعلام کرده که کاری که کرده اشتباه بوده. حتی من هم به دفترش زنگ زدم و گفتم این کاری که شما کردید آدم رو یاد مافیا میندازه و ما افتخارمون این هست که آمدیم آمریکا که اینجا صحبت آزاده، آمدیم آمریکا که اینجا پرس، روزنامه ها، اینها آزاده و شما این کارو میکنید. اون آقایی که جواب داد یه پسر دانشجویی بود، بسیار مؤدب، گفت کاملا حق با شماست و خود این آقا هم ناراحته. حالا شما این رو داشته باشید، بیاید خودمون رو خدا وکیلی، اگه به خدا باور دارید، اگه به من مثل من شما هم هنوز تو شک هستید که خدای هست یا نیست، بیاین مقایسه کنیم اینها رو با خودمون، ببینیم قبول میکنیم که ما اشتباه کردیم، عذرخواهی میکنیم. من فکر کنم این پسره که خیلی هم جوون هست بره دنبال شکایت و اینها، مگر اینکه آدم بسیار خوبی باشه یا یه جوری به اصطلاح ساکتش کنن، چون این جوری که ایشون گفته و رو دوربین ضبط شده و اینها تهدید محسوب میشه و ما در همین برنامه نقلی و کوچولو گفتیم که تهدید در آمریکا عین این میمونه که شما اون کار رو انجام دادید، یه مقداری ضعیف‌تر ولی با همون شدت باهاتون رفتار میکنن. اجازه بدید ببینیم که داریوش عزیز چی میگه. کاکو everything look good on Mardom TV, GL bikes and internet, the snipping picture I made and mail it to you, but still I don't know how to write on picture. بسیار عالی. اتفاقا من امروز میخوام بگم که چگونه این داریوش، از داریوش که از شیکاگو رفت به تگزاس، داریوش شماره یک ما، چگونه من رو برگردونده تو اون حالت باز معلم بودن و درس دادن. شما نمیدونید، اونایی که معلم بودن یا هستن میدونن چه لذتی هست در این که شما آموخته های خودت رو، دانسته های خودت رو به دیگران منتقل کنی و بعد ببینی اونها این کار رو انجام میدن. اولا این حالت بخل و حسد و اینها رو از وجود معلم ها بیرون میبره،
یعنی کسی که معلمه نشون داده که بخیل نیست، حسود نیست، این چیزی رو که میدونه با دیگران هم به اصطلاح شیر میکنه و در میون میذاره. اجازه بدید من شماره تلفن اینها رو اینجا بنویسم و آزاد کنم و براتون بگم. داریوش عزیز، من فکر کردم که حالا که شما از من سوال میکنی من برای شما میگم. بعد خیلی هم نگران بودی اون روز، یادمه شما هی گفتی حالا کار داری منم دارم مزاحمت میشم. من فکر کردم برای که این حالت بد توی وجود شما نباشه، هر سوالی که شما کردی من یک ویدیو کوتاه درست کنم. این روزا که انقدر امکانات زیاد و خوب هست، یه ویدیو کوتاه درست کنم در همون رابطه. الان شما اگه بری فیسبوک مردم تیوی نوشتم آموزش بسیار ساده چگونه روی عکس چیز بنویسیم. نمیدونستم جمله رو چجوری حقیقت با فارسی بنویسم. انگلیسی همون یکم بهتر شده، مثلا how to write title on pictures یا how to post anyway، به همین جوری به زبون ساده. ما خیلی وقتا مشکلمون اینه که گفتم یه نفر لکنت زبون داشت، رفت دم مغازه بقالی میخواست پنیر بخره، گفت آقا مثلا 200 گرم پا 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 گور پدرش ماس بده تا برم. ما اونجایی که گیر میفتیم، جایی که سخته برامون، باید راحت صحبت کنیم، باید خودمونی صحبت کنیم. در صورت گذاشتم روی فیسبوک، روی یوتیوب هم گذاشتم. حالا اگه اینم مثل تمام وعد و وعیدهامون به اصطلاح دروغ نباشه، یک جایی درست کنیم آموزش های خیلی ساده. من که نمیتونم با اون کسی که بیشتر از من بلده یاد بدم، اون کسی که فتوشاپ نمیدونم سی اس فور و پنج و شیش و هفت خونده، من که نمیتونم. من خودم هنوز تاریخ ها را آقای علی سیلابی لطف میکنه برامو میفرسته، ممنونم از این بابت. ولی باید یاد بگیریم که آقا اونی که کلاس چهارمه میتونه به داداشش که کلاس اوله یاد بده، تو این فاصله پدر و مادرش برن یکیش آشپزی کنه یکیش کار کنه وسایل خونه و اینها، و این آموزش دادن رو ما نتونستیم انجام بدیم. ما فکر کردیم حتما معلم باید باشه، معلمم با چوب باید باشه، و اینجوری شده که به این روز افتادیم. هیچ کس از هیچ کسی نمیخواد یاد بگیره. این خانم شیری الوندیان تا میاد اینو میفرسه، وقتی من میفرسم نباید عصبانی بشه، باید فکر کنه. امروز آقای آریانپور یک ویدیویی رو فرستاده بودن، نوشته بودن متاسفانه این ویدیو 49 تا ویزیتور یا بازدید کننده بیشتر نداشته. تا اون موقع که من رفتم 150 تا بود. و من باز در این مورد صحبت میکنم، دوستان فکر نکنید اگر یک نامه ای رو نوشتید گذاشتید روی اینترنت، 7 میلیارد آدم یا 3 میلیارد یا 1 میلیارد آدمی که اینترنت داره میاد میخونه اینو. شما وقتی این رو میذارید تازه قسمت اولش رو انجام دادید، حالا باید قسمت های دوم تا دهمش اینه که هی به مردم بگید که این کجا هست. بعد به طرف میگی اینترنت، میگی اینترنت چیه، میگی رو وبسایتم، میگی وبسایتم چیه، هی باید براش وسیله رو آسون کنی، بذاری روی یوتیوب، بذاری روی فیسبوک که هر کدومش هر چیزی رو داره بتونه از اون استفاده کنه. برگردیم به این صحبت، آیا ما برمیگردیم عذرخواهی کنیم اگر اشتباهی کردیم؟ شما ببینید یک مصاحبه هست، اونم باز گذاشتم روی فیسبوک، مصاحبه هست که آقای علیرضا یا غلامرضا پهلوی برادر شاه، احتمالاً برادر کوچیکه چون برادر بزرگتر بود که ایشون شاه میشد، این مصاحبه کرده و گذاشتن روی وبسایت. و بعد برای من که فرستادن یه نفر در رابطه با اون یه نقدی نوشته که من اون نقد رو میخونم. اگر شما اون مصاحبه رو پیدا کردید برید ببینید، پیدا کنید و بخونید، اگه نه برای من تا یکی دو روز بعد از دیوید بعد از این برنامه اینا رو نگه میدارم. دلیلش هم اینه که من نمیتونم بیش از این نگه دارم، چون اون چیزای کامپیوترمون حجمش و اینها، و اصلا میشه واقعا مثل یک کتابخونه، هر کسی از هر راهی میاد باید بگه اینو میخوام اونو میخوام، منم وایسم اینجا مثل یک لایبرری، یعنی اینجا میگن کسی که تو کتابخونه کار میکنه بگه بله کتاب مثلا داریوش اونجاست، کتاب کوروش اونجاست، کتاب اسکندر اونجاست. اینجوری کار من حقیقتش خیلی مشکل میشه. اینم از این. و اما ببینم این نامه رو که براتون گذاشتم بخونم. امروز سعی میکنم همه این چیزایی رو که گذاشتم بخونم و
یه مقداری بار این پروگرام رو کم کنم. اجازه بدید از شایسته عزیز تشکر کنم که یه جوکی رو فرستاده که ما با این جوک که حقیقتی هم هست به زندگی ما ایرانی ها ربط مستقیم داره برنامه رو شروع کنیم و ادامه بدیم و با هم باشیم، گل بگیم و گل بشنویم. میگه که حرفهای آقای دسپولی من را یاد این حکایت انداخت. حالا آقای دسپولی چی گفته؟ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته بودن چند مدت پیش که سرعت علم در ایران زیاد است، نگران عقب ماندن بقیه هستیم. مهر نوشت محسن، بالا شما مثل که نشود حسن دسپولی، در صورت محسن دسپولی دبیر شورای انقلاب فرهنگی گفته نگرانی امروز ما سرعت علم در ایران است، چرا که این سرعت آنقدر زیاد است که کشورهای دیگر نسبت به ما عقب میمانند و ما از این امر نگران هستیم. این جوکه نبود، جوکش اینجا شروع شد. البته میگم دیگه خودمونم جوکه، چیزی که هست جوکی هست که اگرم میخندیم به این دلیل هست که خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است، این جوک از گریه دردناکتر است، بزن میخند. حرفای آقای دسپولی من را به این، یا ببخشید شما ننوشتی محسن یا حسن، من اشتباه کردم، شما نوشتید آقای دسپولی، درست نوشتید، من را به یاد این حکایت انداخت. دو نفر مست و پاتیل آخر شب راهی خانهشان شدن. وقتی که وارد یک کوچه بنبست شدن به اشتباه و رسیدن ته کوچه، اولی به دومی گفت که بیا دیوار رو هل بدیم و بریم جلو. کتهاشون رو درآوردن و گذاشتن کنار دیوار رو شروع کردن دیوار رو فشار دادن. دزدی از راه رسید و آهسته وقتی که دید اینها سرگرم هستن کتهای اینها رو برداشت و در رفت. بعد از چند دقیقه یکی از این مست‌ها به اون یکی گفت که آقا کتمون چی شد؟ اون یکی گفت که فکر کنم ما این دیوار رو خیلی بردیم جلو و از کتمون دور شدیم، برگردیم عقب و کتمون رو برگردیم. رفیقش رو کرد بهش گفت که خیلی جلو رفتیم، بهتره برگردیم و کتهامون رو بیاوریم. ممنونم از شایسته، این ماجرایی که برای من دیروز فرستادید متاسفانه در اینترنت هست، خام اینها نشید که برای شما می‌نویسن من پدرم فوت شده 5 میلیون دلار اینجا دارم و شما اینقدر بدید کار وکیل کنید و اینها بهشون میگن اسکم. اسکم یعنی همین ماجرای کلاهبرداری و اینها که توی اینترنت متاسفانه خیلی زیاده، الان روی فیسبوک هم زیاد شده و بهترین کار اینه که حتی جوابم به اینها ندید و دیلیت کنید، پاک کنید، بدید به اینی که من از کجا میشناسی تو منو، اینا هیچکرا نمیشناسن، همینجوری رندوموار، رندوم یعنی به طور همینجوری انتخاب، چی میگن، شانسی براتون میفرسن، توی این دام نیفتید. ممنونم، یکی از دوستان با یکی دیگه از دوستان ما یه مقداری مشکل پیدا کرده بود، بزرگواری کرده بود، نوشته که من برای ایشون این نامه رو نوشتم. من فکر کردم که ما هممون عصبانی هستیم، باید یه مقداری از عصبانیتمون کم کنیم، اون موقع میتونیم با هم صحبت کنیم و بعد وقتی با هم صحبت میکنیم میبینیم چقدر وجه اشتراک داریم، ضمن این که سر اون وجهی که با هم مشترک نبودیم داشتیم با هم داد میزدیم، اونو ولش کن، وجه مشترکای دیگر رو بگیریم و صحبت کنیم. یه دوست نازنینی لطف کرده دوبار پیغام گذاشته و دوستان زیادی هم باز پیغام میذارن، همگی یا بیشتر اکثریت میگن که پیام ما پخش نشد. ایشون بار دوم ضمن عذرخواهی گفته من دلیلی که زنگ میزنم اینی که عینک من ممکنه امروز یکم مشکی باشه، اب نداره، عینکه رو بالاخره بعد از 3 تا نسخه و بعد از 4 بار رفتن آمدن از دسامبر تا حالا گرفتیم، اینم آمریکا state of the art یعنی number one همه چیش از لحاظ براتون حالا تعریف کنم، فعلا یکی 2 ساعتی که امروز دارم کار میکنم باهاش خوبه و امیدوارم که چشم درد نگیریم، اذیت نشیم. این از این ماجرا. این دوستمون گفته بود که من عذر میخوام که زنگ میزنم، ولی تقصیر خود شما هست و تقصیر کار خود شما هستی. برای من جالب بود و دیدم درست میگه.
و این افتخار منه که ایشون میگه شما وقتی برنامه اجرا میکنی چنان ما رو درگیر میکنی که ما از اول برنامه تا آخر برنامه هی میخوایم زنگ بزنیم و در هر موردی صحبت کنیم، هی خودمون رو نگه میداریم، آخر کار فرداش تو بازپخ اینها زنگ میزنیم و صحبتمون رو میکنیم. ضمن این که از ایشون ممنون هستم، از شما و دیگران میخوام که به من یاد بدید که چگونه من میتونم بینندگان، مخصوصا بینندگان مثل شما رو درگیر کنم، که درگیر مسائل مالی تلویزیون، که شما حس کنی این تلویزیون مال خودته. یعنی بگی بابا این سوربی بلند میشه میره واشنگتن تو برف تو یخبندون فیلم میگیره، الان هم دیگه پیرمردی شده، میترسه که اگر لیز خوردم حالا کی 6 ماه منو میبره دستشویی و توالت، 300 400 دلار در میاره، میاد از جیب خودش میذاره برای اینجا، من 10 دلار 5 دلار پول یه ساندویچ کمک کنم که این فردا اگه یه جاب بد بود بگه آقا نمیرم، دارم وزنم بد نیست که نمیرم. میگم دوست داریم خیلی خوب پرش داره، عکسش هم انداخته، آقا بیا اینجا نمیدونم کالیفرنیا بیریم با هم بگردیم، خونه من باش فلان. آقا دوست نازنین من اگه بیام کالیفرنیا هم میرم یه هتل شب 50 دلار 60 دلار پیدا میکنم که نه مزاحم شما باشم نه شما مزاحم من، چون همیشه گفتن مسافر مال هتل، هتل مال مسافر، و مسافر و دوستاش از شب که اون از کار اومده همدیگه رو میبینن، دوستش برمیگرده میره خونه میخوابه به کاراش برسه که فردا صبح برسه به کارش، اون مسافر تازه راه میفته تو شهر قلندری و شبگردی و خوشگذروندن. ما باید یاد بگیریم اینجوری رفتار کنیم. شما به جای این لطف و محبت 200 دلار 100 دلار 50 دلار 40 دلار 10 دلار 1 دلار، امروز به یه نفر نوشتم آقا آخر ماه هست و این بیل ها این صورت حساب ها پایل اپ، یعنی مثل تپه شده، باید یه کاری بکنید. شما به من بگو که مایل هستید که کمک کنید. ایشون نوشته بود بله، البته کمک چندانی نیست. گفتم آقا بعضی وقتا میگن یک قطره ای، وقتا چی میگفتن، یک انگشتی جلو یک آبریزی رو میریزه که میگیره که ممکن اون آبریزی باعث شکست یه سدی بشه و از بین رفتن یه شهری. در هر صورت دوستان به من یاد بدین که من چگونه بدون اینکه کلاهبرداری کنم، بدون اینکه بخوام به مردم بگم واقعا این آفتابه رو میبینید، اگه به من 10 تومن بدید میرم تو این آفتابه یا مار دو سر میارم بیرون، به مردمی که انقدر میفهمن، به مردمی که میگیم هنر نزد ایرانیان است و بس، به مردمی که میگیم ما اولین لوحه آزادی بشر رو نوشتیم، بگیم که آقا خانم اگر باور داری، اونی که باور نداره من باش کاری ندارم، اونی که فکر میکنه ما از جمهوری اسلامی پول میگیریم، از آقای رضا پهلوی پول میگیریم، از سازمان سیاه، با اون کاری ندارم، من که نمیتونم اونو قانع کنم. اونی که میدونه ما نمیگیریم و هفتمون همیشه گرو و هشتمونه، خرجمون 20، دخلمون 19 است، اون رو من چگونه اینوالو کنم؟ درگیر، این کلمه درگیرم نه، درگیر بعد دیگه میگه طرف و فلان درگیر شده مثلا، ما این کلمه اینوار رو به جاش میذاریم درگیر، درست نیست، باید یه جور دیگه ای باشه. اون حس همیت، حس همکاری، همیاری رو توی اینها زنده نگه دارم که طرف میگه آقا من میخوام الان پول بفرستم، میگم اوکی برو اینجا، میگه پیپل ندارم، میگم برو اونجا، میگه آدرس بده برات میفرستم، آدرسی که میدی دیگه یادش میره به سلام. چه کار کنیم ما؟ چگونه؟ میگم بابا هر فنی که بلد بودیم زدیم، گفتیم بابا ما رفتیم داریم ما 30 دلار 40 دلار میدیم که شماها کارتتون رو بدید به ما، نه خود کارتو مشخصات، بگی آقا 15 تا 15 25 دلار از من کم کن، ما اینجا میزنیم به پروگرام 15 25 دلار ازشون کم کن، ساده راحت میاد. نمی کنیم این کارا رو، اون وقت میخوایم ایران رو آزاد کنیم، اون وقت میخوایم ایران نجات بدیم. خب ما وقتی بلد نیستیم یه تلویزیونی رو که دوست داریم نجاتش بدیم، من واقعا میگم این دوستمون با همه مخالفتی که من باهاش دارم، با همه اشتباهاتی که میکنه، ولی دلم میسوزه وقتی میاد میگه نمیدونم تا کی باز هستیم، نمیدونم تا کی تلفنمون زنگ میزنه. البته خودش هم یه مقداری کله خشکه، هر چی بهش یاد میدن قبول نمیکنه، مثلا بره ببینه رو یوتیوب چگونه پول در میارن، رو وبسایت چگونه پول در میارن. من تو فکرم که چرا فیسبوک تا حالا به مردم پیشنهاد نمیکنه که مردم اونجا بتونن پولی بسازن. طرف با ذوق و شوق نوشته بود که بیننده های ما حالا شده نه ویزیتور بیننده نه بازدید کننده های ما شده 40,000 تا.
گفتم خب چی میشه واقعا اینا وقتی میان یه پولی بهت میرسه، خب یاد ما هم بده. در هر صورت به من یاد بدید دوست عزیزی که مخصوصا هر وقت ما سوالی داریم شما لطف میکنید زنگ میزنید پاسخ میدید و به نظر میرسه که معلوماتتون و داناییتون بیشتر از من هست، لطف کنید این یه شگرد رو هم یاد ما بدید که ما چگونه از شمای بیننده پول بگیریم. واقعا میگم موندیم توش. آیا همه فکر میکنن که اونا دیگه میدن من ندم معلوم نیست، من ندم عد نداره؟ اینجوری نیست، باید از خودمون شروع کنیم. بریم سراغ این نامه. Hello آقا مدیر، I hope everything is good. مدیر میخواستم بشم وقتی که استعفا دادم توی هنرستان شیراز، گفتم که من با این حقوق نمیتونم کار کنم و میخوام برم روی کامیون کار کنم. آقای شمس و آقای مافیان و یه آقای دیگه هم بود توی ناحیه 2 یا ناحیه 4 بودیم یادم نیست خدایا، اینها گفتن که آقا شما وایسا اینجا، ما داریم یه هنرستان دیگه میسازیم، اینا میرن اونجا، شما بشو اینجا مدیر. گفتم حالا مگه مدیر بیچاره چقدر میسازه؟ مدیر بیچاره هم $500 اضافه‌تر میسازه، 600 تومان ببخشید دلار بیشتر میسازه و اونم هفتش گروه 16 شه، اونم باید بره راننده تاکسی باشه یا مسافر کشی کنه و فلان اینها و چیز نکرده. Yes, that's right, I agree. مرسی. و دوستان بنویسید، دوستان دارن می‌نویسن از پاریس، از تگزاس که صدا و تصویر خوبه. شما هم لطف کنید از هر جای دیگه هستید بنویسید که چگونه هست و چگونه می‌بینید ما را از چه وبسایت. خب یک سال و اندی قبل از انقلاب میگوییم چرا انقلاب شد. یک سال اندی قبل از انقلاب میگوییم چرا انقلاب شد. نامه سه امضایی 22 خرداد 1356، نمیدونم این جالبه، 22 خرداد 1356 به محمد رضا شاه. یک سال اندی قبل از انقلاب، آها نمیدونم، باید بگین که یک سال قبل از انقلاب اینا میدونستن که قرار انقلاب بشه. در صورت یک نامه ای رو سه نفر نوشتن که این رو هم در برنامه آینده میخونم. زمنان امروز چهارشنبه نامه خانم بنفشه نون از پاریس رو براتون میخونم در رابطه با داووس، اون منطقه محلی که برای سرمایه‌داران دنیا میرن صحبت میکنن، رهبران کشورها، رؤسای اون سازمان‌های اقتصادی که اینها رو جلب کنن و گویا جلب هم شدن یه مقداری. حالا این خانم توضیح میده که به اصطلاح چه جوری هست. دسفولی دقیقاً صحبت ها و پلن اوباما رو راجع به موقعیت تکنولوژی و جوانان آمریکا ترجمه کرده و شکار پراک این صحبت دسفولی مال قبله، مال همین دیشب نیست. در رابطه با صحبت‌های دیشب آقای اوباما که راجع به ایران هم به طور مفصل صحبت کرد و اینها و خیلی هم تهدید میکرد نمایندگان مجلس رو، میگفت که من دیگه احتیاج به شما ندارم، اگر ببینم یه کاری درسته قلم در دستمه، تلفنم در دستمه، تماس میگیرم و امضا میکنم و درست میکنم. که درباره این مثل میگفتن 12 بار این رو به صورت تهدید گفته. میدونید که همه اینها رو میشمارن، حتی مقدار کف زدن ها رو میگن، مثلا برای آموزش پرورش اینقدر کف زدن، برای امیگریشن و مهاجرت اینقدر کف زدن. بالاخره قبولش قرار شده که اینایی که بلا تکلیف بودن، ایلیگال بودن، غیر قانونی بودن در آمریکا و تعدادشون به 12 میلیون نفر میرسه، یک کاری بکنن، چون اینا اینجا دارن کار میکنن، مالیات میدن، بچه هاشون دارن مدرسه میرن، بعد بعضی هاشون همسرشون لیگال، خودشون ایلیگالن، بعضیا خودشون ایلیگالن، بچه هاشون لیگال قانونی هستن. من سال هاست که میگم این آمریکا و اون قانون احمقانه‌ای که به صورت لاتاری و بلیت بخت‌آزمایی مهاجرت یا پرمننت رزیدنت، اقامت دائم رو به مردم میده و من اینجا شاهدم که چه خانواده هایی وضعشون خراب شده وقتی آمدن اینجا. طرف زندگی داشته، وضعی داشته، اون یکی معلم بوده، اون یکی
مغازه خودش رو داشته، اون یکی مهندس بوده، آمدن اینجا دوباره مثل بچه‌های 17-18 ساله از صفر باید شروع کنن. متاسفانه بعضیا نمیتونن خودشون رو تنظیم کنن. این تنظیم نکردن، یکی میبینی زودتر خودشو تنظیم میکنه، یکی دیرتر، اونی که زودتر تنظیم میکنه میبینی این عقب افتاده و آمده آمریکا، الان هم خودخواه شده، فوری طلاق و جدا شدن و اینها. اینه که من واقعا امیدوارم این ماجرای لاتاری رو یه مدت نگهش دارن، چون برای 2014 هم ثبت نام کردن، و برسن این سالی 50,000 نفر، سالی 100,000 نفر رو از این 12 میلیون. حالا یه شانسی آمریکا آورد، وضعش از لحاظ اقتصادی از 2008 خراب شد، یه سری از اینها اصلا ول کردن، طرف کامیوندار بود، شرکت سیمان کانکریت و اینها داشت، اینا رو ول کرد، گفت آقا من اینجا شب و روز دارم کار میکنم، هر روزم بهم زنگ میزنن میگن ماشین تو میام میگیریم فلان، بلند میشم میرم اونجایی که اومدم، اونجا پدرم مادرم ده نمیدونم شهر خونه دارن، مزرعه داریم، میریم اونجا. یه سری رفتن، الان بهترین موقعیته که آمریکا یه قانونای درست حسابی رو بذاره، اونایی که قانونی کار میکنن مالیات میدن تشویق کنه و اینا نگه دارن، اونایی که بیقانونی میان اونا رو بگیرن، نه بدبختی که داره میره سر کار. و اگر اینها نباشن دوستان، آشغال از سر ما اینجا تو آمریکا میره بالا، هیچ که چمنامونو نمیزنه، هیچ که آشغالامونو نمیبره، هیچ که برفا رو پاک نمیکنه، هیچ که نمیدونم تو سرما کار نمیکنه، هیچ که تو گرما کار نمیکنه. به قول بیلمار گفت همه دنبال این هستن که بشینن تو خونه $1,000 بریزن تو کامپیوتر، تو حسابشون اصل $2,000 داشته باشن، فردا صبح دوباره این $2,000 رو بریزن اصل $4,000 داشته باشن. شد ماجراهای چی؟ دات کام و این شرکت هایی که میان کلک میزنن، اون پانزی شاپ و اینها و الی آخر. این نامه خانم بنفشه نون رو براتون میخونم و بعدش میریم سراغ اون مصاحبه‌ای که آقای برادر شاه کرده، فکرم غلامرضا هست. تحلیل های سیاسی چند صاحب نظر، چند صاحب نظر ایرانی از گردهمایی داووس، بعضیا داووس میگن بعضیا داووس میگن، و اسمای خارجی وقتی من و شما میگیم اب نداره، تا اونجایی که شما میفهمی منظور من همون شهریه تو سوئیس که اینها رفتن، دیگه مشکل حله. به لهجه من و به اینکه چجوری اونو تلفظ کردم اینا ایراد نگیریم، گفت صحبت کم کن و بر مبلغ افزار. بریم سراغ اصل ماجرا. آنطور که از صحبت‌های آخوند روحانی و اکبر جنگی، اکبر گنجی که اغلب با زیگزاگ همان را تبلیغ می‌کند که موضوع رسمی رژیم ملاها است، فهمیده می‌شود گویا ساز تبلیغاتی بر این مبنا قرار گرفته که بگویند جای نگرانی نیست، سرمایه‌گذاران دنبال منفعت هستند و بمانند چین که دیکتاتوری است در ایران دیکتاتوری نیز سرمایه‌گذاری خواهند نمود. در روی صدای آمریکا در حالی که گنجی این ساز را کوک می‌کرد، آقای میلانی کمی عمیق‌تر بحران‌های اقتصادی، سیاسی، بیقانونی، فساد و حقوق بشر را نیز از موانع سرمایه‌گذاری در کنار تحریم‌ها نامید. ایشان البته بدون نام بردن از مؤسسات نمره‌گذاری بین‌الملل که گزارش آنها خیلی مورد توجه سرمایه‌گذاران می‌باشد، موارد مد نظر آنها را ذکر کرد. روز یکشنبه نیز در رادیو تماشا، سیامک شجاعی کارشناس اقتصادی در شرق آمریکا آب پاکی روی دست روحانی ریخت. بعضیا میگن آب پاکی روی دست اون ریخت، بعضیا میگن آب پاکی، کدومش درسته؟ آب پاکی روی دست روحانی ریخت و از قول آقای کری، جان کری، حرفهای روحانی را فقط حرف و حرف مفت خواند. وی نیز مثال کمپانی توتال و عقب نشینی آن را به خاطر تحریمات آورد، گویا روحانی بر روی حراج ثروت مردم حساب می کند. وی گفت ایران گاز را به قیمت خوبی، یعنی به نفع کمپانی ها خواهد داد. با وجود این واضح است، چون در شوروی حتی وام زیاد از جانب کشورهای غربی مانع کنار رفتن رژیم آن نشد،
ملا نیز تا به مسجد باز نگردد بر هیچ زمینه‌ای بهبود حاصل نخواهد شد مگر نشخار دروغ‌های امام زمانی که آن هم پول نمی‌شود و ظرف نیز لبریز است. توضیح دادن که این قسمت اصلی مقاله، بله، میگن که به نظر میرسه صحبتای تلویزیون مردم یه مقداری جلوتر از اونهاست، البته با کمک دوستانی مثل شما که واقعا این کار تهیه کنندگی رو شماها دارید انجام میدید و من توی این قسمت ها دیگه فقط مجری هستم یا فقط دارم اون به صورت گوینده اون رو میخونم. ممنونم از شما. ایشون نوشته هنوز تحلیلگرهای ما هنوز از تحلیلگرهای صدای آمریکا جلوتریم. اینم از ای، بله، میگه که تلویزیون پارس supposed to collect money every month instead of every six months مثل شجره announced today in Maybody's program. میگه تلویزیون پارس حالا دیگه به جای هر شش ماه هر یک ماه میخواد از مردم پول بگیره. ببینید نشون میده اونها هم نتونستن این کار رو انجام بدن. البته من دو هفته پیش بود داشتم با خانمم صحبت میکردم، گفتم اون وقتا توی تلویزیون های پابلیک آمریکایی هم شش ماه یه بار، خودشونم میگفتن دو بار در سال میومدن و تقاضای پول میکردن و اینها. به نظر میرسه اونها هم به این نتیجه رسیدن که شش ماه یه بار جوابگو نیست و باید ماهی یک بار. نکنه یه وقت مثل نماز بگن 15 جلسه چقدر 17 رکعت و صبح و ظهر و شب باید بگن. اون وقت میشه مثل تلویزیونای ما که تو هر برنامه صبح و ظهر و شب و عصر و مغرب و عشا از شما میپرسیم. در رابطه با آمریکا و کمک و اینها، من دیروز داشتم کارهای مالیاتی ما انجام میدادم و خیلی جالبه دیدم این اینجا به اینا میگن سرتیفیکیت یا گواهی نامه. اینا مثلا شما وقتی کمک میکنی، من این شرکت امنیستی اینترنشنال عفو بین المللی چون وقتی که در آلمان بودن هم به من کمک کرد هم دیدم به شرکت به افراد دیگه‌ای کمک کردن، از اون موقع با خودم قرار گذاشتم سالیانه کمک میکنن. حتی وقتی پدرم فوت شد، خب اوائل گل میبردم اونجا، گل میبردم میدیدم یه عده میان گلای تازه رو میدوزن. توی فصلی میگن گل تازه نیارید، گل پلاستیکی بیارید. خیلی حزن‌انگیز و زشت بود. بعد گفتم این چه کاریه، ما هر هفته میخوام بیایم اینجا این 20 دلاری که میدیم گل دو دقیقه دیگه هم ولش میکنیم میریم، خب اینو بدیم به بیمارستان بچه ها. از اون موقع من با این سازمان اینجا فیرفکس هاسپیتال با بیمارستان اینها کار میکنم و هر وقت که به اصطلاح میخوام برم سر خاک یا قبلش یا بعدش که چیزه، این مبلغ رو به بیمارستان کودکان میدم. و چرا حالا اینقدر ما جذب کودکان و جذب پناهجویان هستیم؟ پناهجویان واقعا مثل کودکانی که تازه دنیا اومدن، ببینید درست نه زبان اونها رو میدونن، در یه جایی نمیدونن حتی چه کار کنن، اگه خوراک میخوان باید گریه کنن مثل بچه. و بچه هایی که مریض میشن واقعا دردآوره، چون حتی نمیتونن بگن کجام درد میکنه چم هست. من بارهای بچه های کوچولو رو که میبینم عینک زدن، میگم این چجوری فهمیدن که این چشمش ضعیفه، درست نمیبینه، حتما سردرد میگرفته اینها. و اینه که این دو قسمت من رو جلب کرده. شما قرار نیست مثل من جلب بچه ها باشید و بیمارستان بچه ها، شما جذب جزامیان باشید. مثلا آقای مسعود نقره‌کار خیلی قشنگ در این مورد صحبت کرده، حالا اگه فرصتی بشه باشون صحبت میکنم. شما یه چیزی رو که جلب کرده، مثلا این آقای سفر دادور میره توی ایران مدرسه میسازه برای نابینایان، برای این که میگه آقا من تو اون شهری که بودم به هر دلیلی که هنوزم مطالعه نکردن ببینن چرا توی دسفول شوشتر شوش دانیال اینقدر مردم کور میشدن، اینقدر نابینا میشدن. میگه ولی من داشتم توی فامیل و دیدم که اینا اگر بهشون کمک کنن بیناییشون رو میتونن نگه دارن، بیناییشون رو میتونن به دست بیارن. و رفته این کارو انجام میده. بعد میگه تازه اگر بیناییشو از دست داده، وظیفه این هست که کمک کنه. برگردیم به این سرتیفیکیت و اینها. توی آمریکا اینجوری هست که شما رو بهت ارزش قائل میشن، فقط دنبال این نیستن. باور کنید، بذارید من یه قوطی بیارم اینجا بهتون نشون بدم. یه مهمونی بودم دو سه روز پیش،
یکی از دوستان میخندید میگه من خوشم میاد تو مثلا کاری به ما نداری، میگی بذارید این چراغ رو تنظیم کنم، بذارید این تلفن رو بیارم، انگار که گفتم چیکار کنم بگم حالا برنامه بعدی بهتون نشون میدم. دوستان داشتم دیروز کارهای تکس انجام میدادم، این نامه هایی هست که دوستان کارت اینا فرستادن، با پول فرستادن بی پول فرستادن. همین امروز که از دوستان لطف کرده از کالیفرنیا یک پاکت خیلی بزرگ کلی هم روش تمر زده بود، این همه این مدرکی هست که فرستادن اینجا، من به عنوان آرشیو نگه دارم داشته باشم، مال United State Department of State هست، یعنی وزارت امور خارجه آمریکا. خب این به من شما احترام میذارید، لطف میکنید، من دلم نمیاد پاکتره که باز میکنم پوله رو بردارم، حالا این رویش مال امیره، نامه امیر رو بنزم دو، من دلم نمیاد اونی که حتی برنامه داره اینجا مایی $100 $150 بابت برنامهش میده، خب یه کسی هست یه چک میذاره لای یه کاغذی با پاکت میفرسه، منم خب اینا کاغذ سفید میندازم دور با پاکت، ولی اونی که مینویسه امیدوارم شما و خانوادتون خوب باشید، من اونو نگه میدارم. دیوونه هستم؟ هستم. این مهر و علاقه است، این چیزیه که اونا هم ور میدارن برای شما مینویسه سرتیفیکت، بهت گواهی میده، بهت نمیدونم نشان میده چی میده، که اینا ارزشش بیشتر از اون نشانی که طرف رفته مثلا درس خونده گذاشته توی آفیسش که به شما بگه من بیشتر از تو بلدم، بعدم میبینید اگر دکتر اشتباه کرده چندین بار بیمه سروش کرده، اگر مهندس چندین بار خونه ساخته ساختمون ساخته ترک خورده فرو ریخته و هم اینا، اگر شما نامه بنویسی، یه بار یه موضوعی بوده نامه نوشتیم برای باراک اوباما و خانمش جواب میدن اینا همه چیز میکنن، نامه بوده برای کنگره این آقای فرانک وولف، همه اینا رو جواب میدن و کارشون ردیفه. این یکی دیگه باز هم مال همین آقای فرانک وولف هست که دیگه از امسال چیز نمیکنه، باز این مال سال 2002 مال کیه برادلی بلیکمن از وایت هاوس باز نوشته فرستاده، باز مال 2002، اینها همه ور میدارن میفرستن. من گفتم شاید وقتی که دوستان مثلا کمک میکنن برداریم یه کارتی بفرستیم تشکر کنیم ازشون، یا مثل اون دوستمون هی این زیر بنویسیم ممنون از حسن، ممنون از حسین، حسن علی، نقل علی. بعد مشکلش اینه که حالا حسن علی یه پولی داده رفته دیگه نمیده، این همونجاست، امیدمون اینه که دوباره بیاد اینو ببینه پول بده، بعد دیگران میگن او آقا نگاه کن 14000 تا اسم نوشته. خب آره اینا هستن دیگه، ما چرا پول بده؟ نمیدونی که اون بدبخت بیچاره از زوره احتیاج داره این اسامی رو مینویسه، که بلکه اونی که نشسته خانم نمیدونم اکس در ویرجینیا، خانم فلان در شیکاگو، ببینه صدقه سر بره یه پولی بهش بده. آیا ما باید اینجوری باشیم؟ البته تلویزیون آمریکایی هم این کارو میکنه، میگه شما این دی وی دی رو براتون میفرستیم $60 بدید، اونو میفرستیم انقدر بدید، یه راهی به قول معروف نشون بدید تا ببینیم چه باید کرد. و اینکه کلن داریوش عزیز، حالا چه تلویزیون پارس باشه چه آقای میبودی باشه، اینها باید یه چیزی رو در نظر بگیرن. روزی که من آقای شجره رو از واشنگتن برداشتم آوردم تلویزیون رنگارنگ، اون موقع 4 تا 5 تا تلویزیون ساتلایتی بود، الان ببینید 70-80 تا تلویزیون رادیو ساتلایتی هست، و اینها باید قبول کنن که بیننده هاشون تقسیم شده، از اون و آخونده اومدن برای هر شهری هر دیاری یه تلویزیون زدن، ضمن این که نه که برای اون مردم باشه، خودشون دوباره دارن توش حرف میزنن، که آقای منصور اوسانلو در این رابطه قشنگ صحبت کرد، ولی متاسفم که آقای منصور اوسانلو کارش به جایی رسیده که میره با آقای حسینی شومن دلغک کمدین. تفاوت دلغک با کمدین چیه؟ کمدین یه احترام خاصی داره، دلغک هم اونایی که میرن دلغکن و پول میگیرن و کار میکنن، ولی بعضی ها ذاتشون دلغکه. این آقای سید محمد حسینی کیه؟ این دلغک زاییده شده، این آدم رو من نمیشناختم تا موقعی که آمد اینجا، بعد همینجا توی وایس آف امریکا و این ورون ورس فکر میکرد که الان این رو میبرن براش فرش قرمز میندازن، دید نشد. آمد توی رستورانی که مال یکی از دوستای ما هم هست، قرار بود اینجا برنامه بذاره، به این دوستمون گفته بود که آقا این که خیلی کوچیکه،
گفتون خب چیکار میخوای بکنی؟ گفتون یه جایی باشه اقلا 2000 نفر بیان. طرف بهش گفتون آقا شما بیا اینجا 3 هفته برنامه بذار، اونایی که اومدن پشت در موندن و اینا من بعد از 3 هفته یه جای اجاره میکنم که 3000 نفر بیان. نشد، بلند شد کاسکوزش جمع کرد رفت لس آنجلس. از روزی که رفت لس آنجلس مثل لنگ حمام هر روزی به کمر یه نفره، اون وقتا میگفتن مثل لنگ حمام هر ساعتی قد یه نفری به قدش بسته میشه، شیرازی ها میگفتن نمیدونم. یه روز تلویزیون پارس بود، یه روز تلویزیون با اون آقای فرزان دلجو بود، الان اومده تلویزیون کانال یک. و این جالبه، من رو فیسبوک نوشتم آیا حاضرید این جنبش، جنبش حخا فولادوند این اون نیست، جنبش شورای ملی نیست، این جنبش جنبش حسینی است. آقای حسینی با آقای اوسانلو صحبت میکنه، بعد میگه که مردم اگر نیاین و کاری انجام ندید من ویدیوهام به 40 تا که رسید دیگه شروع میکنم براندازی حکومت رو. ببخشیدا اون وقتا یه دوستی داشتیم میگفت زرشک، یا اینایی که شیشکی در میدادن، ما تو شیراز شیشکی نداشتیم تا موقعی که ما بودیم، البته الان دیگه همه چی مثل دنیا که کوچیک شده، ایران هم کوچیک شده. اون یکی از شیراز رفته خوزستان زن گرفته، اون خوزستانیه اومده اونجا زن گرفته، همه فرهنگا چیز شده، همه خوراکا تو همه شهرها هست و اینها، همه این چیزا هم اورسین یا ضرب المثل هم هست، احتمالاً شیشکی هم رایج شده. ولی آقای حسینی از خودت خجالت بکش، واقعا شما جرأت نمی کنی با یه نفر که دو تا سوال مشکل میخواد ازت بکنه مصاحبه کنی. این دوستمون گفت بود آقا چرا به این شری الوندیان اینقدر گیر دادی، اینا دوست دارن. شما هم مثل خانم شری الوندیان هستی، اگه دعوتت کنن بگن فلان جا بیای حرف بزنی مثل توتی و بری، میدونی توتی میگن مغزش کوچیکه میتونه چیزها رو تکرار کنه، ولی اگه سوال کردی 10 بار میگه 2 2 4، ولی اگه بهش گفتی 2 به اضافه 2 میشه 4 نمیتونه اون رو حلاجی کنه و بگه. در هر صورت اگر شما این فیلم رو ندیدید برید حتما ببینید و خیلی جالبه، کارمون خیلی خرابه. از اون ور یک مصاحبه ای رو دیدم آقای شهرام شبپره با یه تلویزیونی که والا این تلویزیون رو ندید بودن، احیانا اروپاست یا دبیه نمیدونم، و ایشون توی اون مصاحبه از آقای سیاوش قمیشی انتقاد میکنه. اولم خیلی ناز میکنه، نه تا بابام اجازه نده بله رو نمیگم، اسمشو نمیگم، من مرامم اینجور نیست. بعد میگه اسمشو میگم، اسمش سیاوش قمیشیه. ایشون توی کنسرتاش کلک میزنه به مردم، برنامه زنده اجرا نمیکنه. شما اینو داشته باشید دوستان، برید همین مصاحبه رو نگاه کنید. میگه این آقا 40,000 دلار میگیره میاد، ولی گارسونای اونجا رو میاره که گیتار بزنن و اینها، اینو داشته باشید. بعد میگه این آقا که 40,000 دلار گرفته به موزیسیناش تو کالیفرنیا گرسنه هستن پول نمیده. آقا اون موزیسینه که نرفته برای کنسرت. بعدم مگه شما دادگاه هستی آقای شهرام شبپره؟ خب خیلی از دوستان میگن شهرام شبپره و داداش و اینها موزیک پاپ مدیون اینا، والا خاک تو سر ما ایرانی ها. من نمیدونم این موزیک پاپ ما چند تا صاحب داره، عارف، ویگن، دیگه خواننده های دیگر رو بگین. این آقای جمشید علی مراد از همه اینها قدیمی تره. چیزی که هست تیپش و اینها اجازه نمیده مثل اینها شلوغ بازی در بیارن. چی به اینها کی بده کاره؟ یه مشتی آهنگ تکراری. شما برید تمام موزیکایی که اینها اجرا کردن اون موقعی که نمیدونم توی این دیسکا و توی این رستورانای تهران اجرا میکردن نگاه کنید. اینا چون بچه سرهنگ بودن میرفتن آمریکا و انگلستان و میمدن یا نوارا رو میخوندن میخریدن ورداشتن درست کپی اونها رو زدن، مثلا چیلی پوم 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 او چیلی، اینا خودش نوشته بود. خجالت بکشید. بعد تو میای میگی که اون به شما چه؟ همینو باید میگفتی که مردم وقتی میرید دقت کنید. من خودم هم گفتم یه دفعه توی عروسی
یه نفر رفته بود ویدیو بگیره، بهش گفته بودن که آقا ما به اینا مثلا عروس داماد گفته بودیم 4 نفر ارکستر میاریم، 3 نفر هست و تو چند میگیری؟ گفته بود 200 دلار. گفته بود اون 200 دلار رو من بهت میدم، بی وایسا اینجا. گیتار دادن دستش، اینم اینجوری اینجوری کرده بود که بعد بهش گفته بودن ما نمیدونستیم شما تو تلویزیون هستی، ویدیو میگیری، گیتارم میزنی. خب شما خودت هیچ وقت این کارا رو نکردی آقای شهرام شهپره، بیا اینجا جواب بده. بعد شما و داداشت موزیک پاپ ایرانی رو، تازه خیلی ها شماها رو مسئول خراب شدن موسیقی سنتی ایران میدونن. شماها نمیدونم اینو یه نفر که وارده بیاد صحبت کنه در رابطه با بحث بحث باراک اوباما دیشب در تلویزیون آمریکا، اجازه بدید من از آقای دکتر صمدانی دعوت کنم. امروز براشون ایمیل فرستادم، ایشون نبود که بتونه ساعت 3 بعد از ظهر ما باشن. احتمالاً روز جمعه ساعت 4 بعد از ظهر وقت واشنگتن اگر باشن با شما خواهم بود. ضمناً روز جمعه ساعت 3 بعد از ظهر با آقای فرهاد پارسی خواهیم بود از سوئیس که اولین برنامهشون رو شروع میکنن در به اصطلاح سری دوم، و شماها هم میتونید نظر بدید، میتونید صحبت کنید و حرف خودتون رو بزنید. ماکسیمم اگر به اصطلاح مخالف هستید و اینها، میتونید برنامه‌های خودتون رو بگیرید و بیان در اون برنامه‌ها صحبت کنید. و اما بریم سراغ این مصاحبه‌ای که بله، پس شد آقای حسینی این دلغک حقای جدید واقعا خنده داره. و برید بنویسید، میگه اگر تو فلان روز نیان رو فیسبوک من، اون وقت خط قرمز من پاره میشه، بعدن من حکومت. آقا تو فکر میکنی کیا تلویزیون شما رو نگاه میکنن؟ یه مش پیرمرد پیرزن بازنشسته، اینا میخوان چه کار کنی؟ به اینا بگی پشت بریم ایران، طرف میگه آقا تو برو منم پشت سرت میام. مرد حسابی تو که تازه 2-3 سال اومدی، اینا 30-40 سال اینجا هستن. خیلی هاشون زمان شاه هم حکومت ایران و ایران رو قبول نداشتن و اینجا زندگی میکردن. خیلی از همین خواننده ها که امروز میخونن جانم فدای ایران، برید بخونید زمان شاه اینها از دست حکومت شاه آمدن اینجا. یکیش خود آقای ویگن بود که دعوا شده بود با داداش شاه، یکی دیگه‌اش این آقای شاهرخ هست. یکی ازش سوال کنه که آقا شما چرا آمده بودی اینجا قبل از انقلاب؟ آیا اون حکومت خوب بود؟ اگه خوب بود چرا شماها یکی یکی جارو خالی کردید آمدید؟ ما ملتی هستیم که حافظه تاریخی نداریم، یادمون میره. طرف میگم آقا تو الان اومدی برنامه شروع کردی 3 تا دروغ گفتی، بعد میاد به مردم میگی که فلان اینجوری. خب چجوری میخوای مردم تو رو قبول کنن؟ یا مردم باید احمق باشن یادشون نیاد، یا اینکه نمیدونم، یا اونا احمقن یا تو فکر میکنی احمقی اصلا نمیدونی، نمیتونم درکش کنم که این چجوری فکر میکنه که این مردمی که شما دیروز بهش گفتی آقا اگه احمدی نژاد بشه رئیس جمهور من رادیو تلویزیون میذارم کنار میرم، امروز چگونه باز پای صحبت شما میشینم؟ خودتون میدونید راجع به کی صحبت میکنم. بله خب بریم دکتر مارک بنهوری، دکتر دندانپزشک دربار، در سالهای آخر دوران پهلوی 2 یا 3 سال دندانپزشکشون بوده، خاطرات خود را در کتاب بهای آزادی بازگو می کند. این هم از این ماجرا. و بارها بهتون گفتم که ما اینجا فقط سرتیتر رو میگیم، شما میرید به اصطلاح میرسید به اون اصل ماجرا. بهروز عزیز نوشته که هنوز دارن راجع به نژاد صحبت میکنن، چون روی فیسبوک گذاشتیم، روی یوتیوب هم هست، که یعنی چی ما ایرانی ها الان نژادمون کلیمیه، نژادمون ایرانیه، نژادمون پرژینه، پارسه، نژادمون فارسه، چیه اصلا این ماجرای نژاد یعنی چی؟ داریوش گفت آقا من فکر میکنم نژاد یکی از انسانه، اینم به دلایلی میگن توی آفریقا شروع شده و آغاز شده، بعد بعضیا به دلایل مالی، به دلایل هوا و طبیعت رفتن جاهای دیگه، و میگن به زودی با این ازدواجایی هم که میبینید همه ماها دوباره برمیگردیم و همون براون قهوه‌ای میشیم، که دیگه نگن این چاینیزه زرده، اون یکی سرخپوسته، این سفید، ما به این وسط هی داد بزنیم منم سفیدم، منم سفیدم. میگه بابا ناراحت نباش، به زودی همتون قهوه‌ای میشید. میگه که وقتی که من به کانادا آمدم رفتم اکابری،
with all kind of refugee. وقتی نشدی استار فکر کردم خودت اکابری درست که اکابر درست کردی برای دیگران. و منم وقتی اومدم اینجا میرفتم کلاس ESL English as second language، اونجا به همه میگفتم اکابر میرم، چون اکابر اصلا کلمه اکابر از سن همون کبیر و اکبر و اینا میاد، برای بزرگسالان بود. نوشته که خیلی از پناهندهایی که اونجا بودن کلیمی بودن و اینها کیس پناهندگیشون رو از طریق پرونده دینی میرفتن جلو و من به این نتیجه رسیدم که جود بودن یا جهود بودن یا جویش بودن، که این حالا امیرم از کانادا پیغام گذاشته اونم براتون میذارم، در همین رابطه. چرا من وقتی میخوام بگم جود و جویش و جویش اینا یک کمی هزیتیت میکنم یا خودداری میکنم؟ گفتم سالها پیش من توی برنامه گفتم بابا ما اون وقتا خونمون نزدیک خونه جودا بود، میرفتیم بعد یه دوستی که خودش هم کلیمی بود زنگ زد گفت سوربی من شما رو میشناسم اصلا و میدونم که شما بدون قرض و اینها میگی، ولی نباید بگی جود. وقتی میگی جود اینایی که کلیمی هستن بعدشون میاد. گفتم چطور؟ گفت اونجا تو ایران میگفتن، اینجا یا باید بگی جویش یا باید بگی کلیمی یهودی. گفتم چشم و از اون موقع رعایت کردم. در اصل این دوستمون میگه آقا اینها و میگه most of them came from Israel and they were brainwashed. از اسرائیل آمده بودن اینجا پناهنده آمریکا میخواستن بشن یا از کشورهای دیگه آمده بودن اینجا میخواستن پناهنده بشن بعدم برن اسرائیل. اینو برام یه دفعه توضیح بده درست. و یک خانم عزیزی هم لطف کرده گفته که این اونم براتون میخونم. اجازه بدید که ببینیم کجا هستیم و چه میکنیم. ساعت 2:51 است و امروز من یک فیلمی رو دارم، ویدیو 24 دقیقه هست، چند تا ویدیوی خوب داخلشه. یکی فروپاشی ایران و مرگ تدریجی یک ملت که آقای آریان پور لطف کردن فرستادن و همین ویدیو بود که ایشون ابراز دلسردی و نگرانی کرده بود که فقط 40 و چند نفر دیدن. من بهشون گفتم دوست عزیز اولا اون ویدیو رو هر کسی ساخته موزیکی که گذاشته با متنی که چیز مچ نیست و عکس‌ها خیلی زود میره، اینها قانون داره باید عکس 10 ثانیه بمونه 15 ثانیه بمونه، اگه یه نوشته می‌نویسید عکس باید بیشتر از اون نوشته دوام بیاره تا منی که تازه عکس دیدم حالا متوجه شدم بتونم بخونم. اینا رو رعایت نمی‌کنن چون هر کسی این روزها شده تهیه کننده. بابا همین منم که میگم ما تو خیابون داشتیم میمدیم اومدیم اینجا یه دو تا کلاس رفتیم دیدیم تا بتونیم چجوری تهیه کننده باشیم، تصویر رو کجا بذاریم، صدا رو کجا بذاریم. متاسفانه یا خوشبختانه این روزا این از بین رفته. مصاحبه یه نفر رو نگاه میکردم با این آقای گورگن، بیچاره رو آورده بود نشونده بود اونجا، بعد چنان با این صحبت میکرد که روی این صندلی که شما نشستید دانشمندان هم نشستن. آقا این آقای گورگن که در آمریکا مکانیکی داره، از 100 تا دانشمندی مثل شما که کار نمیکنه، این برای آمریکا بهتره، وجودش به اصطلاح به سود آمریکاست. یه آدم سالم، ورزشکار، فعال، بعد خیر، به همه کمک میکنه. من شنیدم اون کسی که دوست من هست توی اون منطقه میگه اگر یه کسی میره با این ونای مال موکت و نمیدونم اینها نداره براش درست میکنه، میگه برو وقتی گیرت آمد به من بده. و این چه طرز برخوردی که حالا شما چه کار هستی؟ یک مجری برنامه ای که نشستی اونجا. البته خودش آخر کار گفت دیگه دوران ما هم گذشته و کسی به ما به اصطلاح محل نمیذاره. این هم از این ماجرا. GOP and illegal. GOP که میدونید این گراند اور پارتی مال آمریکا، مال ریپابلیکن ها هست، بیشتر تندروها الان واقعا به بنبست رسیدن. و اگر دیشب دقت کرده باشید برای اولین بار اینها یک زنی رو، یک بانوی آمریکایی رو آوردن صحبت کنه، چون اینها به زن ستیزی و این که مساوات رو رعایت نمی کنن مشهور و معروف هستن. یه دلیلش هم برمیگرده به این که یه جورای مذهبی هستن. حالا اونایی که مذهبی هستن ولی زن و مرد رو مساوی و برابر میدونن، خوش به حالتون، شما مذهبی پیشرفته هستین. ولی اونی که مذهبیه، من یه نفر داشتم زنگ زد گفت آقا من با شوهرم آشنا شدم، ازدواج کردیم، بعدن ایشون تصمیم گرفت مسلمون دو آتشه بشه، حالا به من میگه روسری بپوشم، من چه کار کنم؟
گفتم والا خانم من نمیدونم، اگر شما ایشون رو اینقدر دوست داری که حاضری خودت رو اسیر کنی توی روسری، برو بپوش. ولی اگر بهش بگو ببین من وقتی باهات آشنا شدم شما آدم بودی، مسلمان نشده بودی، حالا اگه میخوای مسلمان باشی برو یه زن دیگه بگیر، از خداحافظی کن، برو دنبال کار. اینم از این ماجرا. ما اینجا کلاس‌های روانشناسی، روانپزشکی، دامپزشکی، همه چی داریم. هر کسی هر مشکلی داره زنگ بزنه تلویزیون‌های ایرانی، از همه مجریاشون، از پشکل تا بمب اتم سررشته دارن، میتونن براتون باز کنن، حتی میتونن بگن چه مزایای مختلفی میده و براتون تشریح کنن. پس نترسید، هر سوالی دارید بپرسید. سفارت آمریکا در ایران، بله درست خوندم، سفارت آمریکا در ایران. میدونید که سفارت آمریکا در ایران داشتیم، وایس آف آمریکا، صدای آمریکا، یک گزارشی داده که گویا یک گروهی از آمریکا رفتن اونجا و دارن یک کارایی میکنن که اگر بشه سفارت آمریکا رو باز کنن. من اگر کاری بودم میگفتم اون ساختمون قدیمی رو شما ول کنید، دیگه اونجا نرید. البته اینها رفتن توی همون ساختمون بازدید کردن و میبینید که روی در و دیوارهاش مرگ بر آمریکا و اینها نوشته. البته شدیداً الان دولت ایران رو توی سخنرانی ها و نماز جمعه ها و اینها دارن تشویق میکنن مردم ها که فعلا مرگ بر آمریکا نگید، چون یقمونو گرفتن و گیر هستیم. میگه که سفارت مجازی آمریکا در ایران یک ساله شد. سفر نیمه تمام ملی تیم ملی کشتی ایران به آمریکا، پروازهای مستقیم از تهران به آمریکا و بحرین از سر گرفته میشود. روحانی گفت دشمنی دیرین ایران و آمریکا ابدی نیست. خلاصه میگه که جیم شوتو در میره اونجا و با چند تای دیگه خبرنگار سی ان ان که در جمع اونها حضور داشته مینویسه که هدفش از سفر به ایران تهیه گزارشی از تأثیر تحریم ها بر زندگی مردم است. او گفت برای مشاهده آثار تحریم بر حوزه دارویی به چند بیمارستان تهران مراجعه کرده است. خلاصه این که در رابطه با دارو هم ایران خودش کمبود دارو داره، نمیدونه چه غلطی بکنه، از اون ور به این ور اون ور به سوریه و عراق و اینها قول داده که ما بهتون دارو میدیم. آقای شوتو به خبرگزاری ایرنا گفته است که قصد دارد با چندین مقام دولتی ایران از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفتگو کند. سفارت سابق آمریکا در تهران در تقاطع خیابان طالقانی و مفتح تخت جمشید و روزولت سابق قرار دارد. بعد از انقلاب 1357 و اشغال سفارت آمریکا در تهران این سفارتخانه تعطیل شد و امروزه تمامی بنا و تأسیسات آن در دست نیروهای بسیج و سپاه پاسداران است. سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 به اشغال دانشجویان پیرو خط امام درآمد و 66 دیپلمات آمریکایی توسط دانشجویان به مدت 444 روز به گروگان گرفته شدند که آقای اجلالی با آب و تاب تعریف میکرد که بابا ببینید ما اینا رو آزاد کردیم، هیچ بهشون هم بد نگذشته، همشون سالم. ولی آقای اجلالی بره بخونه شکایتای دادگاه رو که با وجودی که ایران تعهد گرفته بود که اینها رو که آزاد میکنه اینها شکایت نکنن، ولی ببینید چه شکایتایی کردن و چه پولهایی گرفتن. این هم از آن خب اینم از این مسئله. ساعت 2:58 است. اوباما رو گفتم که آقای صمدانی امیدوارم بتونن روز جمعه برنامه خیلی خوبی باید باشه، بیان درباره اوباما همچنین در رابطه با روحانی و اون سفر به داووس و اینها این دوتا رو توی مجموعه صحبت کنن. مجددا امروز 29 ژانویه 9 بهمن 1392 است و داشتم اینو براتون میگفتم، فیلم ایران و اعدام، فروپاشی ایران و مرگ تدریجی یک ملت. در رابطه با اعدام یک کنفرانسی رو آقای لاجوردی اینها گذاشتن، ولی خیلی خنده داره که تو این کنفرانس بعد از این همه آدمایی که رفتن، اتفاقا من برای آقای
مقداد درویش پور نوشتم، منتظر هستم که خانم اختر قاسمی هم یه فیلمی درست کنن در این رابطه، یه گزارشی بفرستن. میخوام با اینا صحبت کنم بگم خب شما که میرین این اجندای این یه که شما میرین اونجا بعد میگین که خب حالا قرار شده قدم به قدم اعدام رو برداریم، قدم به قدم اعدام رو برداریم، یعنی مثلا بند رو دفعه دیگه یواشتر ببندین که این فقط فلج بشه، یا دفعه دیگه مثلا بند نازکتر ببندیم اگه پاره شد آزاد، چی کار میخواییم بکنید؟ یا yes یا no. no اینجا میگن no به execution یا نه به اعدام. در اصل نمیدونم این کمیسیون ها و گرده همایی ها، کنگره هایی که میذارن، مجالسی که میذارن، بیشتر به gathering. من اون دفعه با آقای اسماعیل نوریالا گفتم، خیلی هم از من ناراحت شد دیگه، من رو هم غضب کرده، از اون روز تا الان من شبا با پای برهنه میخوابم. بهش گفتم آقا یعنی چی؟ خب شما قرار بود 300 400 نفر بیاره اینجا، 30 40 نفر آوردی، حالا چلو کباب دادی و شبم موزیک زده، آقای مجد احمد کشته و اینها، چی شد؟ کجا رفتی؟ دوباره میرن، دوباره 3 سال 4 سال دیگه از یه جایی یه پول دیگه میگیرن، با یه اسم دیگه میان. شما ببینید این آقای دکتر اسماعیل نوریالا تا حالا چند تا جنبش، ناجنبش، نمیدونم حرکت، گروه، وبسایت درست کردن، وبسایتی که خانمشون درست کردن، ببینید چه افتضاحی به بار آوردن، پاسارگاد رفت زیر آب، پاسارگاد اینجوری شد، عکس فتوشاپ انداختن اونجا، بعد امروز میگن محض ما بود که پاسارگاد نرفت زیر آب. میگم خانم اصلا این اکثری که به شما داده بودن دروغ بود، افتضاح بود، اشکال داشت. طرف نمیدونم تو پارک آلمان با شلوار پاره پاره نشسته بود اونجا، بعد شما انداختید اونجا، بعد میگی حالا آبشو خالی کردیم. اصلا شما یه قدم برید جلوتر بگید آب اومده بود، سدم ساختن ما زدیم، سد رو خراب کردیم، آبارم با این. دوستان یادتون باشه حتما پیام بذارید به ما یاد بدید، نمیخوام بگم پدر سوختگی رو یاد بدید، اون موقع یعنی شما پدر سوخته هستید. راستی این کلمه پدر سوخته از کجا اومده براتون میخونم، نمیخوام بگم اینو یاد ما بدید، میخوام راه و روش تلویزیون در قرن 21 در سال 2014 رو یاد من بدید اگر بلدید. بازم ممنونم از اونایی که با وجودی که میگه حتی هر چی هم خواستیم خودمون رو بگیریم نتونستیم و مجبور شدیم که زنگ بزنیم. بریم آگهی‌ها رو ببینیم و برگردیم، در قسمت دوم برنامه با شما خواهم بود. ولی قبل از اینکه برم بذارید راجع به این ویدیو براتون بگم، یکیش که راجع به اونه، یکیش راجع به فیلم آتش‌سوزی و پیشگیری است که باورتون نمیشه، به انگلیسیه ولی این باتری‌های 9 ولت هست، باتری‌های کوچیک که هی به من و شما میگن سالیانه عوض کنیم. این بیچاره خواسته خیلی شهروند خوبی باشه، خانواده‌اشو دوست داره، آدم مرتبیه، رفته عوض کرده، همون باتری باعث آتش سوزی شده، خونش از بین رفته. ولی این آمریکایی‌ها حسنشون اینه وقتی یه اتفاق بدی میفته برای خودشون نمیگه بذار به سوربی چی نگم این بلا سر اونم بیاد، فوری میگه بذار به سوربی هم بگم، به اونم بگم، به اونم بگم، به اونم بگم. سوربی هم از اینا یاد گرفته، سوربی هم به دیگران میگه که یاد بگیریم. یه مدت پیش یه نفر زنگ زد به من گفت آی سوربی من امروز رفتم فرودگاه، پدرم نمیدونم چی میخواست، فوت شده بود، میخواستم برم، یادم افتاده که شما یه بار گفتید اگر پدرتون فامیلتون فوت شده باشه وقتی میخواییم مسافرت بینیم به اون هواپیمایی اگه بگید تخفیف بهتون میده، و اینها یه تخفیف خیلی خوبی به من دادن، من زنگ زدم ازتون تشکر کنم. ما هم گفتیم دو سه روز دیگه لابد یه چکی هم برای ما میاد، متاسفانه نمیاد. این رو ما باید یاد بگیریم، به همدیگه یاد بدیم، بخیل نباشیم، حسود نباشیم. اون ماجرایی که مربی کشتی 100 تا فن بلد 99 تاشو یاد میده، یکیشو یاد نمیده که اون اگه شاگرده اومد زدش اینا، نه، اون مربی کشتی که 100 تاشو یاد میده به بچه به شاگردش، شاگردی بار میاره که شاگرده هیچ وقت بی احترامی نمی کنه با آقای فرخیان، با آقای فراشبندی، با آقای کشکولی بخواد. ما یاد گرفتونی که باید اصلا سر به زیر باشیم، اینجوری دریده تو چشمای مردم نگاه نکنیم. حالا به خاطر اون همه مدت که سر به زیر بودیم حالا مجبور شدیم اینجوری زل بزنیم تو چشم شما و نگاه کنیم. در هر صورت اینا مزخرفاتیه که یاد ما دادن. نه آقا من یه وقت یاد این ندم، ممکنه بیاد رو دستم بلند شد. ما چند مدت پیش رفتیم یه جایی دیدیم این تهدیگا رو خیلی قشنگ بریدن، دیگه هر کسی لازم نیست با دست بکنه یا یه کسی بکنه نصفشو ببره. اگه 8 نفر مهمون هست این تهدیگ رو قشنگ 8 نفر تقسیم کردن، اینی که با کارد برقی بریدن.
به این صابخونه گفتیم که اینو شما چجوری انقدر قشنگ بریدی، این خانمه انقدر این ور اون ور حرف زد، اصلا من یادم رفت که چی پرسیدم، برای اینکه به ما نگه. باورتون میشه؟ حالا مثلا من تعدیگم له بشه، ولی اگه اینکه تعدیگر من هر وقتی درست میکنم یادم بیاد که شما اینو به من یاد دادید، باور کنید من سالها پیش تو کار بیمه بودم، اولایی بود که با کامپیوتر استفاده میکردیم که کد بگیریم که مثلا این شرکت چند اون شرکت چند. من بلد نبودم تا اون موقع که یه آدرسی رو که یه کسی به من میده این رو کاپی اند پیست بکنم، می آوردم می نشستم می نوشتمش رو کاغذ، از رو کاغذ رو اون دوباره می زدم ببین چقدر وقت میگیره. بعدم دوتا کامپیوتر اینا نداشتیم که از این دو این باشه نگاه کنم، بعد اشتباه میکردیم، نقطه رو نمیدونم کاما میذاشتیم، خط فاصله رو نمیدیدیم، کیو رو او میدیدیم، اس و این میدیدیم، ال و آی میدیدیم و ال آخر. ما یه جایی رو اجاره کرده بودیم از یه خانم آمریکایی. این خانم یه دفعه که آمد بهم گفت که اون لینکی که فرستادم دیدی؟ گفتم نه خیلی طولانیه، موقع نهار چی میکنم؟ گفت نه یه دو سه تا خط مقاله بیشتر نیست. گفتم نه لینک طولانیه. این بدبخت گیج شده بود، گفت خب آدرسه چیکار اون داره؟ گفتم آخه من این آدرسه رو باید بنویسم از اینجا. حالا میخندید همتون، شما هم همین روز رو داشتید. گفتم این آدرسه رو باید بنویسم اینجا بعد بزنم اونجا. خندید گفت برو اون و رفتم اون و گفت ببین با این کاپی آبیش کن، کاپی کن پیست کن بزن بره. و یاد بگیرید وقتی یه چیزی رو بلدید فکر نکنید اونی که نمیدونه احمقه، باهاش با احترام رفتار کنید. هی نگی حالا برو و من درست میکنم برای تق 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 درست شو، بعد اون بنده خدا خجالت بکشه بگه آه این ببین اصلا استاده، استاد کامپیوتره. نه آقا منم تا دیروز مثل شما بودم، اتفاقا من به داریوش عزیز گفتم تو کاری کردی که من برگردم همین چیزای ساده رو یاد دوستان بدم. یه دوستی دیروز برای من نشود آقا شما وقتی برای من جیمیل میفرسی زیرش یه چیزایی نوشته میشه. گفتم ببینید جیمیل، یاهو، ای او ال، اینا هر کدومشون یه ستینگی داره. شما بهش میگی که آقای یاهو وقتی که سوربی برای من ایمیل می‌نویسه راجع به برف و یخبندون، من که میخوام جوابش بدم برای که سوربی بدون من دارم درباره چی صحبت میکنم، همه ایمیل سوربی رو باهاش برگردون، یه قسمتش برگردون، فقط پاراگراف آخری رو برگردون. این ستینگه. حالا به غیر از این چند مدته که این پدر سوخته ایمیلا از یاهو گرفته، ایول نمیدونم جیمیل، اینا آگهی میذارن اون زیرش و مثلا در رابطه هم با همین هست، مثلا برای ایرانی ها آگهی میذارن که با فارسی اون زیر نوشته مدرسه فلانی مدرک میدهد، بعد شما فکر کنی اینو من فرستادم، اینو من نفرستادم، خدا پدرشون بیامرزه. اون وقتا میگفتن خدا پدر قرمساقشون بیامرزه. یه خطی اقلا کشیده زیرش که به نظر من با این خطر یکم محکمتر کلوفتر بولتر میکشید یا ستاره ستاره میزد که بابا تا اینجا ایمیل تو و سوربی، این زیر مال آگهی ماه، به این دلیل که شما داری ایمیل مجانی استفاده میکنی. دوستان هیچ چیزی مجانی نیست، هر کسی هر چیزی بهتون مجانی میده ببینید برای چی مجانی میده. اگه اسکایپ رو بهتون مجانی میدن، آقای مصطفی زاده آمد تعریف کرد گفت اسکایپ 50 سال 60 ساله که ارتش داره استفاده میکنه، الان به جایی که هی بشینن با تلفن مواظب تو باشن با اون باشن، گفتن چه بهتر همه رو بیاریم بگیم آقا همینجا با هم حرف بزنیم ما هم نشستیم بالا. اینه که بهت مجانی دادن. بس فیلم آتش سوزی و اینها رو میبینید، بعد Out of My Mind شینی همسر اندی یک آهنگی رو میخونه که یه مقداری ریلکس بشیم و اینجوری نباید باشه که همش یادگیری یادگیری یادگیری. بهترین معلم ها معلم هایی بودن که وقتی درس میدادن دو تا جوک هم میگفتن. آقای حکیم لایی هر کی ازش خبر داره یا زنده یا فوت شده به من خبر بده، روان شاد، یادش بخیر، عمر طولانی داشته باشه اگر زنده است. اون رو براتون میذاریم. یه آهنگ بسیار قشنگی هست از ایران، سرزمین پارس، رو براتون میذاریم. و یک ویدیویی رو برزیلیا یا یک کشور دیگه ای رفتن ایران درست کردن، ممنونم از بهزاد عزیز از کانادا، اونو براتون میذارم. 24 دقیقه این ویدیوها هست که بین برنامه من و برنامه آقای هروی به جایی که به مزخرفات من گوش بدید شما اونو میبینید و تماشا میکنید، منم
آب میپاشم و قلیون قلیون که نمیکشه آقای چی، چای دم میکنم تا آقای بابک هروی بیان با شما صحبت کنه. آگهی ها رو میبینیم و برمیگردیم. مرسی که بین این همه رادیو تلویزیون با تلویزیون مردم هستید و با برنامه سوربی با مردم. مرسی. خب تلویزیون مردم، از مردم، با مردم و برای مردم. امیدوارم تا این لحظه رو خوب پشت سر گذاشته باشید، سردرد نگرفته باشید. یادم را بهتون بگم که توی اون ویدیو آقای مسعود سهیلی هم، مسعود میرزای خودمون، شعری رو سرودند که خودشون هم گفتن و دکلمه کردن و براتون پخش میکنم. حتما حتما این 24 دقیقه ویدیو رو بهتون پیشنهاد میکنم ببینید و اگر لذت بردید هیچ اشکالی نداره، زنگ بزنید بگید سوربی اینو یه هفته نشون بده، من بابتش 30 دلار 50 دلار به تلویزیون مردم حمایت میکنم، کمک میکنم و از اینجا شروع کنیم. خیلی از شماها این پیشخوان یا خبرهایی رو که ما سرتیتر یا صفحه اول روزنامه‌های ایران رو بهتون نشون میدیم دوست داشتید و گفتید که اگر امکان داره این رو بگید روزها تا ببینن دیگران. چشم. آرمان امروز چهارشنبه 9 بهمن نوشته که ادامه مذاکرات هسته‌ای در نیویورک، 30% یاران بگیران حذف می شود، گرانی دو برابری سوخت در راه است، وقوع بزرگترین مفسده اقتصادی در منابع ملی و وزیر اطلاعات هم گفته وزارت اطلاعات ابزار زمین زدن نیست. آقای یاسر هاشمی هم گفته افراطیون حاشیه سازی میکنن، اطلاعاتی درباره محفظه منفجر شده نمیدهند و خداحافظی قالیباف با ساختمان بهشت و میرسیم به هر بامداد در سراسر کشور آفتاب یزد، کمپین داوطلبانه انصراف از یارانه نقدی، کمپین داوطلبانه انصراف، یعنی مردم رو تشویق کنن خودشون بگن ما یارانه نمیخوان. این کار خوبیه، ولی اون کسی که اینقدر فاسده که این همه پول داره میگیره، اونها بیشتر میچسبن به این تا افرادی که ندارن. و خط و نشان مسجد جامعی برای شهرداری، از اون ور هم معصومه ابتکار گفته معصومه ابتکار بانوی محیط زیست جهان شد. خیلی جالبه، تو بین چه کشورهایی؟ چون این مسابقات جهانی، آمریکا یه بازی داره به نام بیسبال، بعد تو خود آمریکا یه مسابقه میذارن میگن ورلد، میگن بابا این که مال دنیا نیست، این مال جهان نیست، میگن حالا اسمش اینجوریه. من میخوام ببینم این توی جهان که خانم معصومه ابتکار، ضمناً اگه اشتباه نکنم خانم ابتکار یکی از اونایی که توی گروگانگیری و بسته شدن سفارت آمریکا دست داشته، مطمئن نیستم. تسلیت گویان در واکنش به جوسازی های افراطیون مطرح شد، تسلیت گویان فرق NPT و MPT را نمی دانند. آفتاب یزد بررسی می کند میانجیگری ایران بین دو کره و خانم ابتکار در روزنامه ابتکار خیلی لبخند داره میزنه، بانوی محیط زیست جهان، جایزه بنیاد جهانی انرژی به ایران رسید. هاشمی و روحانی در کانون تخریب افراطیون و این آقای توپولی اینجا گفته آمریکا راه مذاکره را نبندد. حتما شما گفتید و اونها هم عمل کردن. اعتماد جرم سیاسی قانونی می شود. دیپلمات ها در حلقه اقتصاددانان وجود قبار اورانیومی تکذیب شد. یاسر هاشمی گفته پدرم از روحانی سهم نمی خواهد، من هنوز رئیس جمهورم. مرسی در قفس دادگاه، می دونید که الان باز اونجام شلوغه و واقعا الان اون حکومت نظامی به معنای اصلیش در مصر هست. اصولگرایان نمیگذارند دولت موفق شود. و این هم برای دوستانی که خیلی خوشحال بودن که آقای ناصر ملک مطیع دوباره در فیلم ها ظاهر میشه، گفتن احتمال حذف سکانس های ناصر ملک مطیع از نقش و نگار و حکم انحلال جبهه مشارکت شفاهی است
و این هم اطلاعات فقر، بی عدالتی و نبود دموکراسی ریشه بحران‌های منطقه است. ما یه درمیون بریم که همه رو نخواهیم بخونیم. فرصت طلایی 6 ماهه اقتصاد ایران، افزایش رفت آمدهای دیپلماتیک در تهران و دستیابی به رشد اقتصادی 6%، دستاورد و چشماندازهای توافق هسته‌ای، حمایت نوشته که قدرت‌های استقبالی به گفته رئیس دیوان عالی کشور، قدرت‌های استقبالی خالق گروه‌های تروریستی هستند، دادگاه ساله برای رسیدگی به دعوای حقوقی پرداخت نفقه، رئیس مجلس صلاح بداند اعلام می‌کند و محاکمه مرسی هم توی مصر. از این ور خراسان، روزنامه صبح ایران گفته که خیز جنرال برای تصاحب ریاست جمهوری مصر، نمیشه که خیز جنرال باشه فامیلیش، خیز جنرال. معمولا همینجور حکومت نظامی ها اولی که میان میگن ما هستیم که ریخت و پاش نشه، ولی وقتی وای میسن میگن ما به هیچ کس جرئت نمی کنیم قدرت رو بدین و خودشون میگیرن. گرانی دو برابری براتون گفتم، بنبست در ژنو تو، از رزمندگی تا سازندگی. روزنامه شرق از مصاحبه کرده با آقای اکبر گلپایگانی، هنجر طلایی با شرق به گفتگو نشست، ناگفته های گلپا از گلها. منم این افتخار داشتم 2 سال پیش که ایشون اینجا بود ببینم ایشون رو و کنسرتشون رو هم لذت بردیم. وزارت اطلاعات ابزار زمین زدن یک جناح نیست. اردوغان آمد برای آشتی و کار کارگر، گفته برای توقف جنگ در سوریه باید متحد بشویم. کیهان گفته حذف 30% از یاران بگیران هدفمندی واقعی می شود. آره، بعدم که اونجوری شد یه چیز دیگه توش در میاد. 20 کارشناس آمریکایی مخالفان بشار اسد را 20 کارشناس آمریکایی مخالفان بشار اسد را هدایت میکنن. همین دیشب هم آقای اوباما گفت که ما اونایی را که مخالفن با بشار اسد و دموکراسی اینها رو میخوان چیز کنن، ما بهشون کمک میکنیم و دیدیم که این کار را قبلا کردن، ولی بعدا از توش القاعده و بن لادن و اینها آمد. راه اندازی سامانه استعلام الکترونیکی هویت، سرمایه گذاری 5,000 میلیارد تومانی مخابرات روی دیتا، این دیتاست دیگه نه، اطلاعات و اینها. بهترین تبلت برای فرزندان شما، این تبلت و اینا هم تو ایران رفته. و فناوران اطلاعات، اون رو خوندم براتون، مردم سالاری حذف 25 میلیون نفر از فهرست دریافت یارانه و اینکه گزینه نظامی از روی میز برچیده شده است، این رو عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفته. چقدر میخواین باور کنید، بعدن باید ببینیم. یارانه دوباره به چاله آمار رسید و من این رو نمیفهمم، این کیروشه؟ چون اینجوری یعنی کیروش یا کیروشه، نمیدونم اسم کیه، چجوری باید بخونیمش. گفته که بازی با بوزنی مهمترین مسابقه ماست. میگم ما به دلیل اینکه ایران نبودیم اونا را یاد نگرفت، نمیتونیم دیگه بخونیم، اینجایی هم که بودیم زبانشون کامل یاد نگرفتیم، از اونجا مونده، نمیفهمیم که چه باید کرد. صمد آقا خیلی قشنگ این رو گفت، گفت نه در غربت دلم شاد و نه روی در وطن دارم. خیلی از ماها که اینجا موندیم اینه که میگیم حالا دیگه ما برگردیم ایران چه کار کنیم، الان همه دوستامون بازنشست شدن یا یک شغل دیگه‌ای گرفتن، خونه های زیاد و خوشگل و اینها پوز میدن، بعد ما با بریم مثلا بشیم باغبون اونها یا بشیم راننده اونها. اینی که اینجا با سیلی روی خودمون رو سرخ نگه میداریم و میمونیم. و اما اجازه بدید بریم سراغ امیر از کالیفرنیا که ایشون پیغام گذاشتن در رابطه با همین نژاد و اینها. و یکی دو تا سوال از دوستان رو هم که سوال کردن چرا قبله رو من چرا بگم، گوش کنید. سلام آقای سوربی، امیرم از کانادا زنگ میزنم. اشارت که یک سوال خودم، یکی هم دو تا سوالی که میخواستم جواب بدم قبلا شده بود. یکیش مربوط به کسایی که قبل از پهلوی فرستادن رضا شاه به خارج، عباس مرزا بوده که از مخارجش هم عجیب خودش داری چند نفری فرستاد به خارج. بعد یه سوالی اون دوست شما کرده
چند وقت پیش به خاطر اینکه سوالش این بود که قبله رو حضرت محمد خودش عوض کرده یا به دستور خدا بوده. من توضیح میدم که در هیچ کجای قرآن خداوند تکلیف نکرده که مسلمان ها اصلا نماز بخونن. هیچ کجاش. اگر کسی چیزی در این باره داره بیاد بگه که ما هم بدونیم. چه برسه اینکه خدا دستور داده باشه قبله رو عوض کرده باشن. محمد به خاطر اختلافی که با قوم از یهودی ها پیدا کرد، چون اینا قرار بودش کمک بکنن در یه جنگی و نکردن، وقتی نکردن بعدها که محمد قدرت گرفت جهت قبله رو عوض کرد. این جواب اون دوست شما که گاهی زنگ میزنه. یه سوال خودم دارم که شما قبلا اشاره کرده بودید که آگاهانا تو این تلویزیون ها من میبینم که صحبتش هست و یا قبلا هم بوده. بعد یکی برزم به کلمه جهود، من هرچی نگاه میکنم تو این تلویزیون های کانادایی یا تو روزنامه حتی خودشون میگن جهوش کمونیتی، جهوش سمتری، یا نامهایی که مینویسن امضا میکنن همش کلمه جهودو به کار، جهوش یا جهودو به کار میبرن. حالا یکی بیاد به ما بگه که منو روشن کنه که دلیل این که نباید بگیم جهود علتش چیه؟ چرا خداشون میگن اما ما که ایرانی هستیم میگیم نگیم؟ چرا نباید بگیم وقتی خداشون مشکلی ندارن؟ حتی این کلمه معنیش چیه؟ معنیش معنی بده که نباید بگم. تشکر میکنم از شما، خداحافظ. خداحافظ شما، ممنونم. 2 دقیقه ایشون صحبت کرده. ببینید 2 تا سوال رو پاسخ داده، 1 سوال رو هم مطرح کرده. اینه که ما گفتیم بابا این تلویزیون ها زنگ بزنیم آقا من میخوام جواب اونو بدم، بعد جواب اونم میخواد فوش بده. اون اومده میگه آقا مثلا شاه اشتباه کرده، میگه نه پدر سوخته تو فل... آقا اینجوری یه نفر سوال میکنه پخش میکنیم، یه نفر جواب میده پخش میکنه. نمیخواین برین همون تلویزیونایی که اون یکی میاد یه چیزی میگه، شعبون میمخای دیگه حمله میکنن، میخوان جواب اونو بدن. ایشون 2 تا جواب داده، میگه آقا این از قبل از رضا شاه شروع شده، از زبان عباس میرزا بوده، چندین دانشجو را اعزام کرده به خارج، خودش از جیب خودش پول داده. و اما اون ماجرای قبله هم میگه که اینها اینجوری، اصلا نماز توی قرآن نیست، توی قرآن راجع به مشروب هم نیست که بزنید و شلاق بزنید، اینها اصلا میگه دوری کنید. اینم لابد یه سری مسایی بودن اون موقع مزاحم مثلا مردم میشدن، داد بیداد میکردن، اینا واشتن گفتن دوری کنید، نگفته که نمیدونم حرامه، حلاله و الی آخر. خب هستن، خیلی خوب بود، مرسی، بدون شوخی، اوکی، خیلی ممنون. خب بریم اون مقاله ای رو که براتون گفتم بخونیم تا اونجایی رو که امکان داره، و بعدش هم اون 24 دقیقه فیلم رو حتما ببینید. گفتم که آقای مسعود میرزا، مسعود سهیلی هم از کانادا شعری رو گفته که شعر جدایی هست، اون رو هم شما به اصطلاح بهش توجه کنید. و اما اسنو دی رو من اینجا دیدم، ببینیم که روی فیسبوک میخونم براتون چه کار کنیم. اینجا هست دوستان، فیسبوک ما بعد از چند سال بالاخره ما تصمیم گرفتیم عوضش کنیم و از اون هفته پیش که عوضش کردیم تا حالا 1043 نفر آمدن. این بنده خداها یعنی پشت در بودن و من ازشون عذر میخوام. هی به ما میگفتن آقا نمیذاره، هی ما گفتیم این فیسبوک به زودی عاقل میشه، میذاره ملت از 5000 تا بیشتر برن، ولی به نظر میرسه که فیسبوک هم یکمی اون رگ کل خشکی و یک دندگی ما رو داره. ببینید اونی که بهتون گفتم گذاشتم اینجا، اتفاقا برای داریوش نوشتم که فکر کنم کیفیتی که اینجا میبینی بهتر از کیفیتی هست که در یوتیوب میبینید. یاد میده آموزش بسیار ساده چگونه روی عکس ها بنویسیم. حالا قبلا به ایشون گفتم که چگونه عکس بگیریم، اون رو هم یه ویدیو درست میکنم میذارم. آقا من به اندازه خودم بلدم، ممکنه به اندازه بلد باشم که به یک کلاس ابتدایی بتونم درس بدم، شما به دانشگاهی درس بده. نه قرار هست من شما رو مسخره کنم، نه قرار هست شما منو مسخره کنید. گفتگو با شاهپور غلامرضا پهلوی، یکی از برادران شاه فقید ایران در 80 سالگی. بذارید من این صفحه رو باز براتون بزرگتر کنم که شما هم بتونید
بهتر بخونید. ما این ماوسمون با وجودی که لیزری شده ولی هنوز عادت کردیم به اون چرخ و قرقره، هی میکشیمش اینجا. اون بنده خدا خب چیزی نداره که به چرخه، نمیاد. کی میخوام این عادت رو از دست بدم؟ نمیاد. گفتگو با شاهپور غلامرضا پهلوی، یکی از برادران شاه فقید در ایران، فقید ایران در 90 سالگی. این 90 سالگیشون رو یادتون باشه دوستان، اون وقتا میگفتن سنی که به 7 سالگی نیاد به 70 سالگی هم نمیاد. یک کسای دیگه میگفتن در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گرگی به پیری میشود پرهیزگار. متاسفانه اینها اون ضرب المثل را هم خراب کردن، پیر شدن ولی پرهیزگار و راستگو نشدن. البته زبان زدی معروف است که میگویند کسی که یک جانبه به قاضی بره خوشحال برمیگرده. پدر ایشان اولین جنایتی را که در حق ملت و کشور کرد این بود که قانون اساسی مشروطیت را که داشت به سن نوجوانی میرسید زیر پا و چکمه خود له کرد و زمانی که سردار سپه بود خوب عمل میکرد و زمانی هم که نخست وزیر بود لیاقتش را نشان داد، ولی برای شاه شدن به فکر تجمیع قدرت در دست خود افتاد و مجلس فرمایشی را وادار به تصویب قانونی کرد که ایشان را از مقام تشریفاتی به مقام اجرایی تبدیل کرد، یعنی همه کاره مملکت، و این را نه اینکه خیال بفرمایید از سر دلسوزی انجام داد، نه، به هیچ وجه. هنگامی که مصدق بزرگ در نطق آتشینش گفت اگر ایشان را میخواهید از مقام اجرایی به مقام تشریفاتی شاهی برسانید، خیانت به خودش و مملکت است، زیرا فردی توانا را که رئیس مقام اجرایی کشور است به مقامی تشریفاتی بدل میکنید. ولی اگر منظورتان اینه که ایشان هم شاه باشند و هم مقام اجرایی مملکت را در دستان خود بگیرند، یک خیانت بزرگ در حق کشور و ملت است و با اعتراض صحن مجلس را ترک کرد. رضا قلدر همان کاری را کرد که نبایستی می کرد، دهانها را بست، روزنامه ها را تعطیل، جو خفقان را ایجاد کرد و آزادی خواهان را در زندان به شهادت رساند. میگویند که تونل درست کرده و راه آهن ساخته. عزیز جان، ایشان به چه حقی تونل ساخت؟ ایشان میبایستی پاسدار قانون اساسی مشروطیت میشد که در اول و بعد به حکومت خودش آن را زیر پا له کرد و کشت، و سپس فرزند خلفش هم جسد قانون مشروطیت را آسیاب کرد و تبدیل به خاکستر نمود. ایشان املاک متصرفی به عنف و به اجبار را که در آن زمان به صورت یکی از بزرگترین ملاکان جهان تبدیل شده بود چگونه جمع کرد؟ ایشان ارتش نیروی دریایی و الی آخر را بنیاد گذاشت، ولی حتی یک تیر در نکرده در رفت و از آن قوا استفاده نکرد و هنگام رفتن به بندر عباس از شهرهایی که گذر میکرد حتی گماشتگان خودش یعنی استانداران و فرماندارش به پیشواز و بدرقهش نرفتند. این چه شاهی بود که حکومت بر قلب ها نداشت و فقط زور و اجبار بود و قلوری؟ ایشان حتی اگر ارتش را به جنگ نامنظم متفقین میفرستاد تا کمک های انگلیس و متحدانش به روسیه نمیرسید و یا دیرتر میرسید، میتوانست پیروز میدان باشد، ولی یک بادکنک گنده بود که با یک سوزن بادش خالی شد. پسرش شاپور، یعنی همین مصاحبه شونده که قاتل زنده یاد پهلوان تختی و خیلی دیگر از مردان آزاده کشور بود، هی از پدرش تعریف میکند و یک خبرنگار دستاموز و آن هم شاه اللهی را از او سوالهای کانالیزی شده و از پیش تهیه شده به خبرنگار آزاده و چریک و پیریک و مسائلشان را در بیاورد، مگر همین پدر و پسر کم جنایتی در ایران کردند؟ حالا با این حرفم شاه اللهیان خودکشی خواهند کرد، ولی تاریخ قضاوت خود را کرده و چه خوب هم کرده و لقب اعطایی از طرف پسرش به او، آن هم به صورت بخشنامه‌ای، فقط به درد خودشان می‌خورد و نه دیگران. رضا شاه کبیر، آن هم چه کبیری! لقب کبیر را از طرف سازمان ملل و زیر مجموعه‌هایش به خاطر کارهای شگرف انسان
مدارانه و پیشرفت و تعالی بشری به افراد میدهند، نه به صورت دستور اداری توسط فرزندش و خانم فرع دیبا زن محمد رضا هم که کتابی نوشته به نام خاک ناسپاس، یعنی این خاک میهن براشون ناسپاسی کرده. آخه این خاک میهن چه ناسپاسی کرده به ایشان و خاندان پلوی؟ بروند و بخورند و بچرند و ببرند و همه کار را کردند و دیگه این خاک چه کاری باید برایشان انجام میداده که نداده. یه شعری هست، فکر کنم این شعره از آقای اسماعیل خویی باشه، مطمئن نیستم، اگر کسی میدونه بگه. و بازم جای تأسفه که متاسفانه اسم اینها رو زیرش نمی‌نویسن. نوشته که کودتای 28 مرداد، لعنت به کودتاچی هم بر تبار آنان، هم بر کسی که باشد خود خواستار آنان. این لفظ، این لحن شعر و اینا مال آقای خویه. چون انقلاب شاه و ملت نهاد نامش، لعنت به نام شاه و ملت گذار، ملت گذار ایران. بر میمخان و بر بیمخان و جمله او باش و هم ارازل، هم برسیای شوم و برنامه دار آنان. بر انگلیس کاف چون انگل به کشوران بود، از جمله کشور ما بوده است یار آنان. با کودتا شروع شد دوران پهلوی ها، لعنت به مستبد بنیانگذار آنان. مشروطیت بکشتی پامال سم، مشروطیت بگشتی پامال سم اسبان، وان ظلم و زور گشتی خود راهکار آنان. سعی میکنم اگه بشه با آقای خویم یه تماسی بگیریم، اگر ایشون هم آقای نوریعلا یه وقتی مثل آقای حسین بر بهش فرمان نده که مصاحبه نکن با سوربی، و این سوربی ممکنه سوالای ازت بکنه که یه وقت آبروی ما رو ببره. این هم از این ماجرا. و اما ببینیم که بله، خیلی ممنون، اون هم آقای فرزاد شبستری برنامه جدید رو فرستادن، جانوری 29 که امروز هست، چهارشنبه آخر ما، پخش میکنم براتون بعد از برنامه زنده آقای هروی و نوبت آقای شبستری خواهد رسید. دوستان عزیز، ساعت 3:35 است، اجازه بدید من از حضورتون مرخص بشم، همینجا ازتون خداحافظی کنم و باز ازتون خواهش میکنم اگر بلدید روشی رو که ما بتونیم از بیننده هامو، بابا اونی که شاه لایه این شعره رو که من میخونم که به ما کمک نمیکنه که، درسته؟ اونی که طرفدارمون هم هست اونم نمیکنه. من نمیدونم چرا کجا اینام نمیگه I don't know what I did wrong، چه کاری رو اشتباه انجام میدم. اینو یاد ما بدید، لطف کنید، پیام بذارید، ایمیل بفرستید و با شما در تماس خواهیم بود. روز و روزگار بر شما خوش. اجازه بدید که همینجا ازتون خداحافظی کنم و اون فیلم رو براتون بذارم. مرسی که با تلویزیون مردم بودید، جایی نرید، بهتر از اینجا پیدا نمیشه. اگه رفتید و پیدا کردید به من هم خبر بدید، من و بابک هروی و آقای فرهاد پارسی و مصطفی زاده و اینها هم میایم اونجا میشینیم اون برنامه رو نگاه میکنیم. بهتون قول میدم نیست، پیدا نمیشه، چیکار بکنم؟ نیست.